سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، من دکتر محمد عصبرانی هستم، جامعه شناس و روانشناس، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از ویدیوهای روانشناسی پرسش و پاسخ هست. و این ویدیو دیگه خیلی پرسش و پاسخه. تو این ویدیو هدفم اینه که راجع به بحث IQ یا هوش آکادمیک در کنار باقی موارد زندگی که به درد میخورن برای رشد بچه ها باهاتون صحبت کنم. اینکه IQ خوبه، اینکه EQ یا هوش هیجانی خوبه، چی خوبه واقعا و ما چطور میتونیم اینو به بچه‌ها یاد بدیم. سعی میکنم شورده بهتون توضیح بدم، ببینیم تا کجا میتونیم برسیم. خیلی خوب، ببینین عزیزان، در درجه اول مرسی از اینکه با من تعامل دارین. میدونم یه مقدار این روزا ویدیوها کمتر شده تعدادش، دلیلش هم کم رنگ شدن ماها نیست، دلیلش اینه که من به همراه دوستانم در حال تدارک یک سایت روانشناسی هستیم به صورت کلینیک آنلاین و خب برای خیلی از خدمات رو به صورت آنلاین به شما ارائه بدیم، از فرآیندهای تشخیصی، ارزیابی مال افراد سالم بیشتر تا حالا عزیزانی که وقت خدای نخواست دچار مشکل هستن. و خب حالا میخوایم ایجاد بکنیم همچین سیستمی رو وصلش کنیم به دوستان عزیزان روانشناس و کلینیک ها و قص الهازا. یک کار خیلی سنگین و بزرگیه و ناچار شدیم که از صفر شروع کنیم. و خب ببینین، سایت زدن من همیشه خودم گفتم که کار 3 ساعته، ولی خب این 3 ساعت چه مدل سایتی؟ الان ما یه سایتی رو میخوایم بزنیم که از صفرش رو خودمون داریم کد زنی میکنیم و همین آدم ممکنه طول بکشه. اینی که گاهی اوقات ترما ویدیو ها اینه کم میشه، روز 18 ساعت درگیر اون کاریم دیگه. حالا این ویدیو رو که میخوایم راجع به بحث IQ و EQ یا هوش هیجانی و تاثیر اینها در اینکه اصلا چقدر در رشد بچه ها و فرزندان ما تاثیر داره بگیم، ماجراش به این شکله که من یه روز صبح خواب بیدار شدم و دیدم که دوستم آقای حمید عصار، یکی از خواننده های پاپ کشورمونه، با اون عصار اشتباه نشه، اینا شباهت نام دارن، دیدم یه ویدئویی رو برام فرستاده و به قول شما شیر کرده برام این ویدئویی رو، که یه دختر بچه 7 ساله هست توی تد استرالیا صحبت میکنه و یه سری چیزایی میگه راجع به رشد و اینها و خیلی هم خوب علی ظاهر خوب زبون می‌ریزه. حالا زیرش نوشته آقا این چقدر خوب تربیت شده بچه و فلان این حرفا و چه کارهای اینا. بعد خب من یه سری نکته به ذهنم رسید، به دوستم آقای حمیدرضا عصار گفتم و حالا می‌خوام اون نکته‌ها رو جمع‌بندی شده و کلی‌تر و شسته رفته بگم. احساس می‌کنم شاید برای هممون باشه، چون ویدیو شاید بالای 2300 هزار تا بازدید خورده بوده در یک سایت ایرانی که اونو پابلش کرده بوده و اینو زیرنویس داده، خب قطعاً چیزهای بیشتری بوده. می‌خوام راجعش صحبت کنم. قبل از هر چیزی خواهشم ازتون اینه، من مطلبی که میگم توی ویدیوها سعی می‌کنم دوره کند بگم، ولی می‌دونم دوره تنده، دست خودم هم نیست، چون اگر بخوام خیلی با صبر و حوصله توضیح بدم یه مطلبی رو که مثلا میشه ویدیوشو تو نیم ساعت گفت، ناچار میشم توی 6 ساعت 7 ساعت بگم. پس ببینیم چند تا کار بکن. اول اینکه میتونیم ویدیوهای دیگه هم ببینیم، میتونیم ویدیو رو پاس کنین دوباره پلی کنین هر چش متوجه نشدین، یا اینکه میتونیم به سایت IPBCS هم مراجعه کنید. خیلی از داکیومنت ها و مطالب رو توی سایت نوشتم IPBCS.com که اینجا زیر هر ویدئویی که میذارم توی یوتیوب و جاهای دیگه لینکشو دادم، میتونیم بیاین سرچ کنین پیدا کنین. دومین نکته این که لطفاً 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 2-3 تا کار حتما انجام بدین. یکی موقعی که میخواین کد بزنین برنامه بنویسین، یکی موقعی میخواین به حرف من گوش بدین، حتما یه دوپینگی چیزی همراهتون باشه، چون واقعا سنگینه. نه اینکه خودم هم چیز باشه خیلی بخوام تعریف کنم از خودم، برای اینکه خیلی سریع میگم و مطالب خیلی زیاده و خلاصه میکنم میگم، برای اینکه ببینید واقعیتش اینه، چه کورس دانشگاهی باشه چه اینجا باشه ما باید با سرعت علم پیش بریم، نمیتونیم هر مطلبی رو خیلی زیاد بگیم. یه قهوه چای چیزی هم همراه خودتون باشه. دوپینگ منم که معروفه دیگه برای همتون، احتمالاً این دوپینگ من معروف، یه جوری میگیرم مارکه مشخصش، تبلیغم مارکه نشه. خب طب همیشه هم که معروفه دیگه، من دو چیزم هم تقلبم همراهمه، سر چش جایی میره دارم تقلب چک میکنم براتون، این خیالتون راحت بشه. پس ما یه فیلمی داشتیم، یه دختر بچه 7 ساله اومده و مثل یک انسان بزرگسالی صحبت کرد و خب چقدر خوب و اینها و خب همه هم کیف میکنن، میگن ماشاءالله ولا قوت الا بالله، چقدر این بچه خوب است و هوشش زیاد است. ما با این پدیده از کی مواجه شدیم؟ ما از اواخر دهه 70 با یک سری موجوداتی مواجه شدیم که اینا زبون بودن بعدن دست و پا درآوردن.
این افرادی که هوش کلامی بالایی دارن، خیلی خوب حرف میزنن، خیلی وربالن و خب داریم دیگه همتون دهه 80 و دهه 90 که هیچی، اواخر دهه 70 هم. خب اینها رو میبینید که علی ظاهر منطق خیلی خوبی دارن، خیلی کلام خوبی دارن، دقیقا منطق دارن، یعنی علم نطق دارن، تاکتیون. خب این تاکتیو بودن یه قصه ایه. اشتباهی که برای ما ایجاد میکند این است که فکر میکنیم اگر کسی خوب تاکتیو هست، خوب میتونه صحبت کنه، این انسان انسان بالغ پخته و کاملی است و در همه زمین ها پیشرفت میکنه. جواب این است که ذهن خیال خام، این راه که تو میروی به ترکستان است. اتفاقی که افتاده دقیقاً زبونن دست و پا در آوردن. چرا؟ چون ببینید مراکز پردازش کلامی مغز این افراد فقط رشد کرده، اما مراکز هوش عملی، یعنی اینکه توی محیط چیکار بکنه، هوش روندی یا فرایندی و در عین حال هوش هیجانی، البته نمیخوام از هوش هیجانی استفاده کنم چون واژه غلطی است، اما ترجیح میدم فعلا بگم تا شما باهاش اوکی بشین. ویدیوش هست، توضیح کاملش رو دادم براتون، یعنی خیلی راحت خدا رو شکر اینو ویدیوهای قبلی ما زیاده، اون شاید نزدیک 100 تا ویدیو آموزشی دارم، خیلی خوبه میتونین استفاده بکنین. خودم راضی ام از اینکه این تعداد بالاست، خودم دوستان بچهای مختلف گذاشتیم، همینجوری چنل هست، میتونین تو یوتیوب پی بگیرین رو IP26 هم که خب الا ماشاءالله نزدیک 1000 تا مدخل مقاله رسمی انگلیسی خوب داریم، ترجمه کردم و خلاصه گذاشتم، خلاصه زبان ساده بازم دارم ادیتش میکنم. ببین پس بنابراین فاز اول این است که الزاماً آنکه زبانش خوب میچرخه آدم عاقلی نیست، و اگر زبانش خوب میچرخه آدم ماهری نیست، و اگر زبانش خوب میچرخه آدم قابلی نیست. یک. دو، ببینید ما در تمامی فرایندها سه بخش از هوش داریم. یک بخش هوش کامیونیکیشنه، یعنی ارتباط با دیگرانه، هوش اجتماعی هم میتونیم بهش بگیم، یا هوش هیجانی بهش میگن. الان دونه دونه اینا رو شقوقش رو میشکنم براتون. یک بخش دیگه هوش کلامی هست، یک بخش دیگه هوش عملی یا هوش غیر کلامی است. این هوش غیر کلامی یا عملی هم قصه داره که اگه بخوایم به صورت خیلی دقیقش رو بسنجیم، تستی از استنفورد بینه، که این تست استنفورد بینه فکر نکنم تو ایران 10-12 تا دونه بیشتر باشه اوکی خوبش، که دست سازمان استعدادهای درخشان، نه سازمان کودکان استثنایی است که اونا دارن، آموزش پرورش کودکان استثنایی تهران فکر کنم میشه سمت چیز، سمت دقیقا یه جایی هست سر خیابونش، همین خیابون نابینایان اسمش هست، که اونجا مرکزش هست و فکر کنم مال کودکان استثنایی اونجا باشه، آریا شهر. حالا مرکز دیگه هم اگه داره من بلد نیستم، من اینو بیشتر دیدم جلو چشم بوده، اینها دارن و خب حالا خیلی قصه داره دیگه، که حالا اسمش از بین استنفورد تهران مثلا، اینی که اینا دارن یه کیف قهوه‌ای رنگ بزرگی مثل این کیفایی که عروس جهیز میبره، یه سری لباس و اینو توش چرم مونده فلان، همون رنگ چرم، اون رنگی چرم بین جیگری و فلان، جیگری زرشکی، یه چیزی توی اون مایه. پس این هوش اینه. خب حالا ما چی رو میسنجیم؟ ما ببینیم طرف خوب حرف میزنه، پس فقط از هوش یک تیکه از هوش کلامی رو سنجیدیم. هوش غیر کلامی هم داریم و یک هوش عملی داریم. هوش غیر کلامی و هوش عملی خیلی فرق میکنه و هر حضورتون پس یک گزینه هم داریم که من میتونم بهش بگم هوش اجتماعی، اگه بخوام دنبال هوش براش باشم، برای اینکه بخوام شما راحت باشین، اگرچه از نظر من هوش چیزیست. پس بنابراین اینو چجوری من میتونم رشدش بدم؟ جواب اینجاست که خیلی جالبه بهتون بگم، در آینده بچه‌شون، آینده تحصیلیش، ببینید آینده تحصیلی، آینده شغلی و موفقیت ها، میتونیم بهش بگیم لایف اچیومنت، یعنی موفقیت های زندگی، این فرق میکنه موفقی بشود یا نه. IQ آن چیزی که شما میگوید، یعنی تست وکسلر ما میسنجه و تست های دیگه ما میسنجه، مثل VMTI نمیدونم عرض بزرگ شما شود که تست های هوش کتل و حالا حتی همین تست استنفورد بین سیمون، چی شد استنفورد بین سیمون، بین استنفورد، همه چی اسمای مختلف میگن، بین استنفورد تهران هم بهش میگن، 18%. پس IQ 18%. منظور ما از IQ ببینید، من تو این صحبت از الان به بعد هر وقت میگم IQ بدونید هوش آکادمیک. چرا میگیم 18%؟ هوش آکادمیک یعنی چی؟ یعنی من بچه‌ها میریزم توی قالب، پرتاگوراس همین بوده دیگه، میگفته که صحبتی داشته راجع به اینکه دزدی هست، خب این دزده توی یونان بوده، یک چارچوبی، یه فریمی داشته، یه قاب داشته، دقیقاً اندازه خودش مثل استار وتوریان دست و پاشو باز کنه به این حالت، دست و پا دیدین تو اون چیزه ایکات اومده بوده، اون انسان وتوریانه داوینچی رو دزدیده توی تبلیغاتش زده، این همین.
یه همچین چیزی بفرمایید. دوپینگ گذاشته ابعاد خودش بود، هر کی کم جرأت میشد غیر از اینکه مال اموالشو میگرفت میورد تو این، اگر اندازه این بود رها میکرد جونشو بهش میبخشید بره، اگه کوتاه‌تر بود دستپاشو با تناب میکشیدن به این چارچوب برسه. کشیدن دست و پا همون مفصل شونه دربر و مفصل دست و مفصل مچ و اینا، این یه طرف. اگر بزرگتر بود از این ابعاد اره میکرد دست و پاها رو، باز در هر صورت میمرده. ما الان همون کار داریم میکنیم با چیزی به نام هوش آکادمی. هوش آکادمی توانایی تفکر همگراست. چون ویدئوی هوش رو کامل گفتم، احساس میکنم نیاز نیست الان بگم، شاید خیلی راحت خلاصه بگم منظور از هوش بیشتر این هوش آکادمیک و فلان و اینها نه. هوش به طور کلی میگیم که توانایی سازگاری با اقتضائات جدید محیط زندگی است. این تعریفی است که پیاژه داده توی ما کتاب بالینیه، آن چیز بالینیه فرس خونده بودیم. این فرسه، با اون فرسی که شما میخونید اون فرق میکنه. فرس یا فرس یا همچین چیزی بوده اسمش، یه کتاب عجیب، شاید هم اسمش اشتباه کنم و حالا الان یادم نیست، یه کتاب خیلی عجیب و غریبی بود که دیگه اینم چاپ نشده است و اینها. خانم دکتر دادستان فکر کنم ترجمه کرده بود، دکتر منصوری، همچین چیزایی. حالا اگه اسم اشتباه گفتم ببخشید، مهمم نیست زیاد، ولی میخوام بگم همچین تعریفی است، نقل قول شده است از اونجا. 18%، یعنی شما ببینید بچه خودتون رو تا 18 سالگی کنکور بره، بره دانشگاه فلان اینا، میکشین پدرشو در میارین که فقط 18% از آیندهشو تعیین کنین. از این 82% چیزای دیگه است. این 82% که چیزای دیگه است، رشد هیجانی، رشد اجتماعی هست، بحث این تاب‌آوری بچه هست، بحث سخت روی بچه هست، بحث تعهدی که خواهد داشت، بحث رشد اخلاقیشه، بحث رشد دینی بچه هست. خب اینها همه هست. ما اینها خیلی نکته های مهمیه. ما همه اینا رها میکنیم چسبیم به 18%. بچه‌ها فهمیدن به 18% آینده بچه‌تون اوکی میشه. اوکی. برگردم با اون ویدئوه. تو اون ویدئوه بچه شروع کرد، بچه 7 ساله هی داره آموزش‌های مختلف میگه، بیاین فلان کنیم فلان کنیم فلان کنیم، کارو بکنیم. به بچه مثلا بازی نیمینگ نام نهادن، این چیه این چیه، دونه دونه بگو بگو. خب بعد بچه رو رشد بدیم. خب چی میشه بچه؟ اتفاقی که امروزه داره میفته، خیلی دنبال مدرسه مونتسوری ان، نمیدونم دنبال مدرسه فلان ان. بچه رو از همون نمیدونم موقع بارداری، از موقعی که متوجه شدن که بچه مثلا در درونشون هست و خانم دید پریود نمیشه و بعد متوجه شد که بارداره، حالا 50-50 احتمالش هم داد یا هر چیزی، به سبک این فیلمم که اوغ زد بعد گفت اوکی ما نفهمیدیم، حالا خیلی ندادن این نشونه ها رو، حالا دیگه جوکای تی وی دیگه. این فرد از اون زمان شروع میکنه انواع موسیقی ها گوش دادن، مثلا فلان حرفای فلان، کتاب های فلان بخونم، نمیدونم آهنگ های فلان، کلاس زبان چی چی چی. بعد همینجوری شروع میکنه بچه رو بمباردمانش میکنه، میاد تا سرینو بالا. بعد فهم میکنه بچهش خیلی باهوش، میگه آقا اینجوری شد اینجوری شد، میزنه تو سرم روانشناس. به ما چه؟ به خودت گند زدی، تقصیر من چی؟ بچه داری یه شغل 24 ساعته است. شما وقتی بچه دار شدی، ببخشید دوست میخوام، غلط کردی بدون فکر بچه دار شدی. شما بدون تصمیم گیری احساس کردی اسباب بازی توی میخوای خور سگ بگی برو گربه بیچه بچه آوردی. کی به تو گفته بچه بیار؟ اون احمقی که اومده گفته که حالا اگر میخوای سگ بیاری گربه بیاری هزینه زیاده بچه بیار، اون خیلی احمق بوده. حتی روانشناس استاد من هم هست میاد میگه همیشه. اما ببخشید شما فکر آینده شو باید بکنی، فکر سیستم تربیتی رو باید بکنی، با من هم سال من باید کلی دوره بگذرنی، مطلق و حرفای ما رو گوش بدی، اما اقصال مهارت های فرزند پروری یاد بگیری، اما اقصال مهارت های زندگی یاد بگیری، یاد بگیری با همسرت چجوری رابطه داشته باشی. آره اصلا اوکی، تو روانشناس خیلی خوبی هستی، ولی باید یاد خودت یاد بگیری. تو یاد گرفتی به دیگران یاد بدی، اما یاد نگرفتی خودت به خودت یاد بدی. اینو باید یاد بگیری، باید یاد بگیری چجوری به بچه کار کنی فلان اینا. یک سال دو سال سه سال تمام آموزش میطلبه، بعد از اون بری سراغ بچه دار شدن. نکردیم کار. حالا یا آقایی بوده به نام سیگموند فروید که شما فقط تنها چیزی که ازش میدونین غریزه لذت رو میشناسین، اصل شهوت و فلان اینو. بدبخت بیچاره تنها چیزی که گفته بود این نبود، این یکی از چیزهایی بود که گفته بود. فروید یه بحثی داره که بهش میگه رشد روانی جنسی، سایکوسکشوال دیولپمنت. این رشد روانی جنسی فروید چیه؟ متاسفانه حتی در کتاب هیلگارد، این که میگم هیلگارد کتاب مقدسیه برای من روانشناس، چون تقریبا هیلگارد 10% از هر چیزی توی روانشناسی تو خودش داره. حتی مثلا سانتراک که اومده، سانتراک تنها بخش اضافه‌ای که داره زمینه روانشناسی، سانتراک تنها بخش اضافه‌ای که داره مثلا یه تیکه روانشناسی تکاملیه. خب
ولی هیلگارد خیلی کامل‌تر و بهتره و خیلی کتاب کتوکلوفت و قطور و فلان پیشنهاد میکنم که بخونید. این بک‌گراند هم میتونید ببینید هیلگارد اون طرفه، اون کتاب اون پایین توسی و چیزا ایناست، آبی نفتی و ایناست اگر ببینید. حالا چیزی که میخوام بهتون بگم ماجراش چیه. توی بحث رشد روانی جنسی فروید یه چیزی مطرح میشه که کل رشد موارد مهمش نهایت تا 5 الی 7 سال اول زندگی است. اما این 5 الی 7 سال اول زندگی رشد عقلانی نیست. این که فروید گفته رشد سایکوسکشوال، اون زمان بحث ایموشن و اینها زیاد مطرح نبوده. اما بخوایم به زبان امروزه بگیم دقیقا منظورش رشد هیجانی است، رشد اجتماعی و طرف اصلا اجتماعی شدن فرآیند ایگو یا من که میخواد در یکی شکل بگیره. این ایگو اجتماعی شدن فرده، ایگو اصلا اصل واقعیته. اصل واقعیت یعنی چی؟ یعنی بپذیر که توی اجتماعی هستی، اجتماع یک سری اختزاعاتی داره و تو باید بدانی که چجوری با دیگران برخورد کنی و این برخوردی که با دیگران میکنی چگونه باید باشد که یک طرف راضی بشه، دو اون چیزی که تو هم میخوای بهش بتونی برسی. هم من راضی هم تو راضی، گور پدر ناراضی و گور پدر نمیدونم چی فلان از این حرفا. اینا آره، این اصل واقعیت یا ریلیتی پرینسیپلی هستش که فروید صحبت از اون میکنه. بس سرکوب هایی که میشه، بس مواردی که میشه، میگم خیلی کامل و جامع فروید اینو توضیح داده در زمینه اینکه. اما خب یه سری چرت و پرتا و قصه طبق معمول دیدین دیگه، و یه سری احمق با 120 سال یورو گذشته میگه هنوز اون نظریه فلان. با اینا میگم به اصطلاح فرویدیان ارتودکس، یعنی خیلی دیگه چیزه. آقا خود فروید هم سر از گور در بیاره امروز روز بیا 120 سال گذشته میخنده میگه میخواین عوضش کنین، امروز اینه ها، علم اینه، الان اینا اضافه شده. پس کلیت نظریه فروید یک چیز خیلی خوب، خیلی اوکی، خیلی میزون در زمینه این که بدونیم 5 تا 7 سال اول زندگی محله تثبیت رشد هیجانی و رشد اخلاقی و معنوی بچه ماست. رشد هیجانی، رشد اخلاقی و معنوی میکند رشد اجتماعی برایندش. خب حالا این قصه رو چجوری باید این وامونده رو جمعش کنیم؟ چجوری باید اینو به بچه بدیم؟ تقلب رو نگاه میکنیم، میگیم خط بعدیش. موضوع اینجاست که این چیزی که شماش میگین IQ هوش آکادمیک فلان اینا بالاخره ببینید دیگه، ما زیاد نون خوردیم ازش. من میخوام این نوندونی رو قیچی کنم چون این سری نونا خوردن نداره. عزیزای دلم، شما با آدم 90 خورده ای سال 100 ساله هم میتونی چیزی یاد بدی اوکی بشه. مقالش تو همین IPVSS هست، میتونین برین سرچ کنین در بیارین. سایت های مختلفی هستن، نرم افزار بسیار زیادی هستن. مثلا دوستم آقای تورش تهامی یه نرم افزاری رو داره میده به نام کپتنز لاگ. اگه دوست داشتین میتونین نرم افزارش رو مثلا خریداری کنین، لایسنس بی‌نهایتش رو میده، 3 میلیون 4 میلیون همچین چیزی. شما با 100 200 تمرین در روز بعد 6 ماه اتوماتیک مغز 60 ساله میشه مغز 30 ساله. خوبین؟ حالتون خوبه؟ کلی تحقیق هم انجام دادن، رو آلزایمری هم کار کردن، دیدن مغزشون برمیگردونه. دوست داشتین میتونین بریم بگیرین. خب 3 میلیون 4 میلیون هزینه این، شما میخواین همه هزینه دوپینگ و سپینگ و چارپینگ بکنی اوکی شه، بعد یه میاد کنارش آنتی اکسیدان هم مصرف میکنی مغز تو اوکی میشه. یعنی شما به راحتی آدم 80 90 ساله رو میتونین برگردونی که مثل آدم 20 ساله 30 ساله شروع کنه. و میگم و به نیم ساعت در روز وقتی شما 60 سال بشه 30 سال، خیلی حرف 60 سال بشه 30 سال، مغز تمامندیش بشه 1/9 تو 60 سالگی نسبت به 30. و خب تمامندی یادگیری ها و برمیگرده. اما شما بحثی چیزی به نام چیزای هیجانی و اجتماعی اینا برنمیگره. علت چرا من میگم برنمیگره؟ هیچی، بازم برو تو IPVSS ببین، کانکتوم، نقشه مغزی، اینا همه برین اورگانایزیشن، سازماندهی مغزی، تمام اینها چیزاشو گذاشته. ببین مغزی رستش و رشد داره، الگوهای مغزی تغییر میکنه. وقتی میگیم کانکتوم، منظورمون از کانکتوم در مغز شبکه کانکشن هاست، network of connections within the brain. خب این شبکه کانکتوم، چی گفتم؟ شبکه کانکتوم میشه گفت شبکه شبکه یا نقشه شبکه های مغز. این نقشه شبکه های مغز با افزایش سن ما شکل میگیره، تثبیت میشه. به ویژه در کجا این قفل شدگی رو ما میبینیم؟ در مدارهای مربوط به پردازش هیجانات و تعاملات اجتماعی. چرا؟ چون مغز دو بخش داره، یکی مغز کهنه old brain، یکی new brain. ساده میگم، میدونم الان مثلا بخوام خیلی تخصصی بگم باید نمیدونم بگم فلان 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 اینا که اصلا ببینید واردش بشم شما ویدیو رو میبندید. خود من 5 6 سال طول کشید اسما رو یاد بگیرم. بنابراین اصلا هایند برین، فور برین، نمیدونم مید برین، از این چیزا ولش کنین. اینا اصلا نرین، نمیدونم مزو چی چی، از این حرف اصلا ولش کنین. خب میخوام خیلی ساده بگم،
این جلوی مغز پیشونی اینجا قلم بزنه میبینیم، این قلمبه تو گوریل نیست عزیزای من، این تیکه این اضافه است، این میشه مغز جدید، نیو برینه. این نیو برینو میبینی؟ این دیرتر تنظیم میشه تا این پایین ماینا، هیجان این پایین مایناست، پایین مغز، ساختارهای هیجانی، ساختارهای رفتار اجتماعی، ساختار تعاملات، ساختارهای کهن مغزی هستند. بین ما و سایر ممالها، پستانداران و مورداران مشترکه. اینها زود فیکس میشن، تمام میشن. اون جایی که شما تا آخر عمرت اوکی میشه، بخشای جدید مغز نئوکورتکس، کورتکس جدید که نئوکورتکس تو 90 سالگی هم قابلیت درست شدن، اوکی شدن داره، قابلیت ادپت شدن، قابلیت شکل گیری، فرمیشن داره. اما نواحی هیجانی چون در عمق مغز هستن، اینا اول باید شکل بگیره، میشه خشت خام مغز، پایه مغز، بیسه. حالا این شکل گرفت میاد بالا. ما حتی تو بحث PTSD داریم که افراد زمانی که دچار PTSD میشن، ساختارهای آمیگدالا و ساختارهای هیپوکامپ، آمیگدالا مرکز پردازش هیجانات منفی به ویژه پرخاش، ترس و واکنش های اینچنینی نگاتیو، سدنس مثلا فلان اینا، بعد رله میکنه به افسردگی مثلا این ور سمت پیشونی راست. خب اینا اول شکل میگیرن، بعد میبینی توی چیز این بزرگ شده، توی PTSD اختلال استرس پس از آسیب این بزرگ میشه. به این جای هست به نام هیپوکامپ، مرکز تحکیم حافظه، ایشون کوچولو میشه، آب میره به اساس استرس زیاد. چی جالب، حالا بچه استرس وارد کن، بچه خیلی خوبه، دیدی تاکتیو زبونش دراز، مثل اون ویدیو 7 سالش یه حرفه گنده گنده میزنه، اما این رشد هیجانی نکرده، رشد اجتماعی نکرده، از نظر عقلانی اجتماعی این بچه یه سایز دیگه، یه جای دیگه، یه چیزی دیگه داره، اما زبونش یه چیز دیگه است، عقل اجتماعی نداره. خب بخوام خیلی ساده تر براتون بگیم، یه چیزی هست که شما زمانی که بچه‌تون به دنیا میاد، اگر تشبرت خانه‌های بهداشت، یه کارتی به شما میدن، یه خط عمودی داره، یه خط افقی داره، این خط عمودی افقی که میبینی شما، این زیر مثلا سن بچه رو نوشته، میگه قد و وزنش اینجا بزن، این یه منحنی به شما میده، منحنی رشده، اسمش اسم منحنی رشد گزل، آرنولد گزل. ما به قولتی موقعی که بچه بودیم نمیدونستیم چیه، جسارت میگم میگفتیم آرنی، منحنی رشد آرنی، مخفف آرنولد. آرنولد گزل یک پدیاتریشن بود، یعنی متخصص با اطفال در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، 1890-1889 توی کشور کانادا. ایشون روی 50 تا 100 تا بچه کار کرده، این منحنی رشد در آورده، ببین 120 سال گذشته و هنوز که هنوز به یکی از بهترین استانداردهای رشد سالم بشری این منحنیه. و شما میدید میگید میرین هر جو بذار بدار، نه ایران، خارج از ایران هر جون بری، سومالی بری، اندونزی بری، نمیدونم استرالیا، نیوزلند بری، تا کانادا بری، منحنی رشد میزنه دستت، مال آرنولد گزل، تغییرم نداره، خلاص. این میگه آقا طبق یه استایل بچه باید رشد کنه. این خیلی نکته مهمیه، منحنی رشد گزل، این بچه طبق این استایل باید رشد کنه، طبق همین استایل باید رشد هیجانی هم داشته باشه، رشد روانی هم داشته باشه و رشد اجتماعی هم داشته باشه. مسئله اخلاقی رو باید یاد بگیره، قوانین رو باید یاد بگیره، اصل واقعیت رو باید بفهمه، باید بفهمه که واقعا جهان یه condition of worth، یعنی شرط ارزشه، واقعا باید بدونه جهان اینه، conditionalه، این که unconditional اصلا نداریم. زمانی که ممکنه پدر مادر زنده باشن، اون بچه رو که spoilش میکنن، بچه لوس، پدر مادر submissive، خیلی اینجوری هست، سهلگیرهای خیلی افتضاح و اینا. خب بر این اساس ما این منحنی رشد رو که داریم، میاد به ما نشون میده که خیلی مهم است بچه باید با همه اینها در کنار هم طبقی استایل بیاد بالا. حالا شما تحت تحت فشار گذاشتید، اتفاقی که افتاده چیه؟ شما با بچه ای طرف هستی که تاکتیوه و زبونش، فقط زبونش، یه چیز دیگه ایش نه، این مهارت عملی فلان تعطیل، یه زبون درازی داره، حرفای گنده گنده میزنه، به شما فکر میکنی عاقل شده. خب حالا خطراتش رو بگم، سم بودن هاش، فکر میکنی بچت عاقل شده، اولین گزینه اینی که باشه رفتار بزرگسال داره. این بچه رشد هیجانی نیاز داره، این بچه الان نیازمند حمایت هیجانی، اما تو فکر میکنی هم قد تو حمایت هیجانی ازش فرم داره. این بچه نیاز داره حالا بازی های هیجانی، نیمینگ هیجانی انجام بده، نامگذاری هیجانیه، این بچه باید تحت حمایت قرار بگیره و این بچه باید تربیت بشه، اما شما دیگه چی میکنی؟ کات میکنی، میگی همون میکنی آدم بزرگسال. دومین اتفاق، معمولا مامانا این کارو میکنن، گاهی اوقات بابا هم این کارو میکنن، به ویژه تو بحثای طلاق و تو بحثای مثلا حالتایی که بیوه میشه فرد و اینا هم دیده میشه، بیشتر هست. ببینید بچه رو میارن وسط و بچه میشه هم قد و قامت خودشون، بچه میشه سنگ صبور والده،
بزرگترین خیانت والدین به بچه هاست. گفتم اصلا شما غلط کردی بچه آوردی، خیلی بیخود کردی آوردی، ازم مکانیکی تولید کردم، مگه خوکی میخوای تولید مکانیکی بکنی؟ شرف داره انسان، ارزش داره، ما اشرف مخلوقاتیم، خداوند وقتی ما رو آفریده گفته فتبارک الله از آخر، توهین مستقیم میکنی به انسان و انسانیت با اینکه به بچه خود توجه نمیکنی. شما چی میخوای تحویل بدی؟ من گوسفند رو بار میاری که فکر میکنی هرچی گوسفند هم میخوای بار بیاری باید به پشم چیدنش و رعایتش و فلان و شیرش و چی و چی همه چیش باید توجه کنی، سگ و گربه داری، گلدون داری باید توجه کنی، چی بس بچه هم. خیلی قضیه جدیه، اصلا من نمیتونم به درک کنم که چقدر ریلکسین. میدونی نمیخواست بچه بیاری آوردی، حالا تمام مدت به شما وقف بچه‌تی. مثلا فکر می‌کنم مثلا چه جوری تو سوئد هم که هست مثلا میگه خود تو بچه بیاری، فنلاند هم هست میگه تو بچه بیار کارش با ما، ول نمی‌کنه شما باید 24 ساعته با سر بچه‌ت باشی. خب بعد خلاصه مثلا تمام قوانین فلان اینا میگه شما باید به عنوان پدر مادر انجام بدی، میگه اگه شما پدری هر چیزی که هست مثلا روزی یک شب باید دست بچه‌ت بگیری برای استخر، لباسش تو باید بشوری، اتو باید بری، سر کارو تو باید بکنی و این وظایفت است طبیعیه و فقط این نیست، خیلی کارهای دیگه باید بکنی. مهمترینش اینه که رشد هیجانی به بچه بدی، رشد اجتماعی بدی. این رشد اجتماعی دادنه این مسائل رو ایجاد میکنه. آن چیزی که بهش گفته میشود هوش هیجانی در حقیقت چیزی است به نام الکسیتیمیا. منظور ما از الکسیتیمیا چیه؟ الکسیتیمیا یه ناگویی هیجانی یا بیواژگانی خلقی به این معنی است که فرد یک سری توانمندی ها رو نداره. چه توانمندی هایی رو نداره؟ یک، تشخیص یک هیجان در خودش و دیگران. دو، بیان اکسپرس، یک آیدنتیفای یک اکسپرس، بیان هیجان در خودش و دیگران. اوکی، تشخیص هیجان در خودش، بیان هیجان در خودش، تشخیص هیجان در دیگران، بیان هیجان در دیگران. شد چهار تا. هر کدوم اینا دو تا بود داره، مثبت منفی. یعنی تشخیص هیجانات مثبت در خودم، تشخیص هیجانات منفی در خودم، بیان هیجانات منفی در خودم، بیان هیجانات مثبت در خودم. این شد مال خودم، تشخیص بیان. در دیگران تشخیص هیجانات منفی بیانش، تشخیص هیجانات مثبت بیانش. از اون طرف اینا رو بذار کنار هم ببین چقدر به بچه‌ت یاد داده اینا. اینا میشه چی؟ اینا میشه بیس آن چیزی که ما بهش میگیم رشد اخلاقی. چرا بهش میگم رشد اخلاقی؟ شما ممکنه میگه آقا بی ربط داری چرت و پرت میگی. آره من چرت و پرت میگم، اما این که مسلم من چرت و پرت میگم و در تعجب میگم که این چرت و پرت چرا نشستی گوش میدی، اما یه ذره دیگه ببین چرت و پرت گوش بدی شیرین تر هم میشه. تو بحث اخلاق ما یک عاملی داریم، سه تا مرحله برای رشد اخلاقی داریم. میدونم چیزی که میگم تویش کتابی نیستا، اوکی، دارم خلاصه میکنم، خیلی ساده میگم، بری بخونی 300 جلد کتابو خوندی، جلد 400 رسیدی به من میرسی. توی بحث رشد اخلاقی کلا یه جمله است از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده، میگن عیسی مسیح همینو گفته: آنچه بر خود میپسندی بر دیگران بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. این یک جمله است، فهمیدنش یک دنیا میبره. سر میشه که یکی میره خودشو برباد میده، خانوادهشو برباد میده، علازدار میگه خب با منطق چی این کارو کرد؟ میتونست بره فلان و میگه که من برای احیای فلان و این حرفا احیای امت جدم، که بعد اون امریکایی میاد میگه که امام حسین یه بلوط کاشت و این درخت بلوط 1400 سال بعد تناور شد. ببینید این اخلاق آن چیزی است که مثلا پیغمبر میگه انی بوئست لاتم مما مکارم، من برای مکارم تمام کردن مکارم اخلاق اومدم. یعنی ببینید اینقدر اخلاق مهمه که دین بخشی از اخلاق محسوب شده و نگفته که من اومدم که دین اسلام رو بیارم، گفته فقط انی بوست لوته من مکار من اخلاق. یا مثلا یه جای دیگه گفته که چی؟ انا بشر مثل کنم یوهای الیه. خب چی شده یوهای الیه؟ یعنی تمامش فقط بحث اخلاقه. حالا اخلاق چیست؟ گام اول اخلاق، گام اول این است که من بتوانم درک کنم وضعیت اموشنال یعنی هیجانی شما رو در چه شرایطی؟ در شرایط عادی. این هیچ این بیسه. زمانی که من بتونم در شرایطی که خودم یه حالی دارم، یه هیجانی دارم، یه حسی دارم، حالا هیجان است شما رو درک کنم، به ویژه چه زمانی؟ زمانی که من احساسات هیجانات و عواطف مثبت دارم، شما منفی دارید، این رو بتونم درک کنم. This is something that you call it empathy. این همدلیه، آن چیزی که شما میگین همدلی. گام دوم،
گام دوم شامل چیست؟ گام دوم شامل آن چیزی است که بهش میگیم سیمپاتی، هم حسی. یعنی چی؟ به این معناست که من بتوانم در زمانی که حس و حال و هیجان مثبتی دارم، حس و حال و هیجان منفی شما رو، شما نوعی، حس و حال منفی هیجانی شما رو حس کنم، نه درک کنم. همدلی درک کردنشه، اما حس کنم. ایرانی جماعت دیدین که تا هرچی بهش میگی میگه آره یه نمونه بدتر از این هم هست، آره بدتر از اون هم هست. این اصلا میگه کلا مغز تعطیلی ما دیگه، متاسفانه، برای اینکه نه یاد گرفتیم نه یاد دادیم. آقا چه کاریه؟ اروپایی هم همین گند و کثافت بوده، آمریکایی هم همین گند و کثافت بوده، زدن تو سر خودشون آدم شده. الان تمرین کردن، یاد گرفتن. چرا ما تمرین نکنیم؟ چرا ما یاد نگیریم؟ مگه ما نمیگیم آی کیو بالاتر؟ مگه ما ادعا نداریم هوشمون برتره؟ مگه ما نمیگیم ایرانی خیلی باهوشن؟ باهوشیمون تو چیه؟ تو دور زدن و نمیدونم تو فلان کردن و تو شلوغی قاچاقی این برون ور رفتن و زیرا بکشیدن لای کشیدنه. ما بعد هوشمون رو جای درست نشون بدیم. اون هوش نیست، اون ناهوشی و بیهوشیه. پس هم حسیه چی شد؟ من بتوانم حس و حال و هیجان فرد رو در زمانی که اون چیز دیگه ای داره درکش کنم. تنجه شد بچه. خب حالا فاز بعدی چی میشه؟ فاز بعدی میشه کامپشن یا غمخواری. غمخواری فاز عملی اخلاقه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک، من بتونم درک کنم شما چه هیجانات منفی دارید در زمانی که من آسودم و من اوکی هم، مثبتم، یعنی همدلی رو بفهمم. دو، بتونم حالا حس کنم شما چه مشکلی دارید، بر اساس این حس در من یک فرایند ایجاد بشه، یک موتیو یا انگیزه ایجاد بشه که بتونم حرکتی انجام بدم، اقدام عملی بکنم برای کاهش مشکل و درد شما. و معمولا این یه حالت میشه گفت رفتار شهروندیه، یعنی اینکه من خودم یک کاری خودانگیخته انجام بدم. کامپشن یا غمخواری است، این بالاترین سطح تکاملی در سیستم های هوش هیجانی است و این اخلاق خالصه. شما در بودا میبینید، شما در پیامبر میبینید، شما در زرتشت میبینید، شما در عیسای نبی میبینید، شما در موسای کلیم الله میبینید، در ابراهیم میبینید، خلیل الله، در نوح نبی میبینید. 90 سال کشتی ساخت نوح، برای چی این کاری کرد؟ دیوانه بود، کم عقل بود، چش بود، همه برید میخندیدن بهش. حالا ما میگیم 90، یکی میگه 900، نمیدونم چی حالا هرچی، گیر ندیم سر سال. آره عمر چی شد؟ پیر شدش کشتی درست میگه. چرا اینقدر غمخوری؟ یعنی